این هفته با شهبال شپره گفتگو میکنم، چهره ای که نیازی به معرفی نداره، بنیانگذار و رهبر بلک کس، گروه موسیقی ایرانی که سالهاست فعاله و همه شما با آثارش آشنا هستید. در دقایق آینده درباره برنامه ها و پروژه های جدید بلک کس گفتگو میکنیم. شهبال شپره عزیز، به شما سلام میکنم، مرسی از اینکه در لس آنجلس با ما همراه هستید. مرسی برنو جان، خیلی خوشحالم که بازم اینجا خدمت شما و بینندگان خوبتون در سراسر جهان هستم. منم خوشحالم این موقعیت پیش اومده، میتونیم درباره برنامه ها و پروژه های بلک کت صحبت کنیم. شهبال جان، آخرین باری که با هم گفتگو کردیم شاید یک سال و اندی پیش بود. از اون موقع گروه بلک کت تغییرات زیادی داشته، چند تا خواننده اومدن، چند تا رفتن. خیلی ها میپرسن جریان چیه، چرا تو این سال بلک کت اینقدر تغییرات داره؟ خب طبیعی، اولا که مثل همه چیز الان اگر شما توی لس آنجلس بودید متوجه می شدید که اصلا هوا شبیه 20 روز پیش نیست. هوا بارونیه، داره بارون میاد. لس آنجلسی که همیشه معروفه به اینی که بارون نداره، همه چیز عوض میشه، زمان همه چی رو عوض میکنه. عرض کنم خدمتتون بلک کتس اینو ثابت کرده که فقط یه بند موسیقی ایران نیست، یک برند در اصل که شما 55 سال میبینید که چه کسایی اومدن توش و رفتن، و وقتی رفتن یک قسمت دیگه از موسیقی ایرانو دنبال کردن و برای خودشون اون سبک خودشونو در کنار موسیقی بلک کتس که داشتن حفظ کردن. و بلک کتس الان امروز من میتونم اسمشو بذارم یک میوزیک اکادمی. اینه که اگر عوض میشه، در اصل عوض نمیشه، این اصل همیشه هست، فقط میان یه عده توش دوره میبینن و میرن. نه، عوض شدنش فقط به دلیل اینه که الان اگر شما نگاه کنید لاس وگاس یه چیزی حدود 20 روز دیگه حدود 17-18 خواننده دارن در دو سه شب برنامه اجرا میکنن. فقط شما اگر لیست خواننده ها رو ببینید متوجه میشید که چند نفرشون از بلک کتس برخواستن، و من افتخار میکنم به این موضوع. آیا این تغییرات فقط شامل اعضای گروه یا خواننده ها میشه یا تو سبک کار بلک کتس هم تاثیر داره؟ یعنی نوع آهنگا، ترانه ها هم تغییر میکنه؟ بنو جان خیلی خوشم میاد هر وقت خدمتت هستم، به دلیلی که اصلا سوالات کلیشه‌ای نیست مثل دیگر دوستان، و هر بار حرفی برای گفتن داری، سوالی داری که آدم خوشش میاد جواب میده. ببینید دقیقا همینطوره. هر خواننده ای، اولا که فقط خواننده ها عوض نمیشن، در طول سالها ما بزرگترین نوازنده ها و آهنگسازا و ارنجرا رو در گروه بلک کتس داشتیم. ما کسی مثل آندرانیک در گروه بلک کتس داشتیم، کسی مثل شهداد روحانی در بلک کتس داشتیم، کسی مثل عرض کنم خدمتتون ناصر چشمازه در بلک کتس داشتیم. اینا همه آمدن و رفتن، همه برای خودشون معروفترین آدمای موسیقی ایران. البته ناگفته نماند که اینا از من یا بلک کتس کار یاد نگرفتن، کار رو بلد بودن، ولی از طریق بلک کتس خیلی ها این افراد رو شناختن. آیا این تغییراتی که در طول سالها در گروه بلک کتس اتفاق افتاده هیچ نگرانی برای شما ایجاد نمیکنه؟ چون ایرانی ها برها خیلی عاطفی هستن، یه رابطه خاصی با خواننده برقرار میکنن، بهش عادت میکنن، آهنگاشو میشنون، بعد که یا عوض میشه شاید کسی دیگه بیاد، این موضوع نگرانی برای شما نداره؟ نگرانی یه مقدارش نگرانی نیست، ولی کار زیاد هست. ولی شما فقط متوجه باشید خواننده اول این گروه یه چیزی حدود 53-54 سال پیش در این بند همکاری میکرده. فقط شما متوجه باشید اگر الان اون خواننده یا اون نوازنده ها در گروه بلک کتس بودن، آیا بلک کتس میتونست امروز روی صحنه باشه؟ پس تجربه مثبتی داشتین شما، به هر حال شنونده عادت میکنه در طول زمان دیگه. دقیقا همینطوره، دقیقا بهمو جان. اولا شما باید بدونید که هیچ خواننده‌ای در گروه بلک کتس بدون آلبوم نبوده. یعنی هر خواننده‌ای روزی که وارد گروه بلک کتس میشه
اولین کاری که من میکنم اینه که تصمیم میگیرم یک آلبوم براش درست کنم، به دلیل اینکه قبل از اینکه وارد گروه بلک کست بشه هیچ کی نمیشناختتش. کسایی بودن که خودشون میگفتن من 27 سالمه، الان خواننده تقریبا دو خواننده قبل بلک کست میگفت من 27 ساله که الان دارم زندگی میکنم، از این 27 سال حدود 12-13 ساله دارم میخونم، ولی هیچ کس منو نمیشناسه. گفتم به دلیل این که تو شناسنامه هنری نداری. من اولین کاری که میکنم آلبوم برای اینا درست میکنم. هر خواننده ای رو که شما بگید در گروه بلک کست بوده یک آلبوم حداقل داشته به عنوان شناسنامه و کارنامه هنری اون. در حال حاضر که با هم صحبت میکنیم خواننده شما جوونیه که اسمش ادوینه، مدتی هست به لس آنجلس اومده. اصلا چطور با هم آشنا شدی؟ چرا انتخابش کردی؟ چه ویژگی های تو کارش بوده که فکر کردیم به درد بلک کتس میخوره؟ خوشحالم به نوجود که همیشه شما در وایس آف امریکا کسی بودید که اولین اخبار گروه بلک کتس رو در موقع این چینج ها، این تحویل و تحولات داشتید. اگر یادتون باشه یه چند وقت پیش اتفاقا یکی از رپورترهای شما برنامه ضبط کرد که خود ادوین تو اون گفته بود داستان اومدنش رو به بلک کتس. ولی من باز تکرار میکنم، یه حدود 3.5 سال پیش یا 4 سال پیش من ایمیلی دریافت کردم از یک پسری از شیراز، آهنگی به نام هلو از لاینا ریچی رو خونده بود، برای من ایمیل کرده بود. من اینو تو ماشین وقتی شنیدم و همسرم گفتم گلی این محاله این پسر اولا ایرانی باشه، دوما در ایران باشه الانه، چون این از خود خواننده قشنگتر این آهنگ رو خونده، از کسی مثل لاینا ریچی. و این آهنگ باعث شد که من ایمیل بهش بزنم، گفتم از دور اصلا من قضاوتی نمی کنم، اگر روزی روزگاری در لس آنجلس یا در آمریکا پیدا شد من از نزدیک تو رو تو استودیو میبرم، اونجاست که تو باید به من ثابت کنی که این آهنگو تو خوندی. یک فکر میکنم یه 2 سالی گذشت، من دیدم که یک پسری با 2 نفر از دوستانش وارد جایی که من کار میکردم شدن و گفت من اون پسر هستم. اتفاقا در اون شب یه عده 200 نفرم حضور داشتن اون جایی که من برنامه داشتم. بهش گفتم برو بالا و این آهنگو اجرا کن. رفت بالا پشت کیبورد و این آهنگو خوند. باور نمی کنید که خط دوم این آهنگ تمام این ملت، تمام کسایی که اونجا بودن رو پا ایستاده بودن و ستندینگ اوویشن می دادن، برای این دست می زدن، هورا می کشیدن. از اونجا من تصمیم گرفتم که ادوینو در گروه بلک کست به عنوان خواننده، یعنی مین سینگر، خواننده اصلی داشته باشم. خب یه مقدار درباره ادوین برام صحبت بکنید. کجا بزرگ شده؟ چه خصوصیاتی داره؟ اخلاقش چطوره؟ چه جوونیه؟ بله بله بله، اولا دوباره گفتم سوال عالیه، به دلیل اینکه شما باید بدونید اگر بلک کتس مونده به خاطر افرادی بوده که توش اومدن، به خاطر من نیست. من یک سازمانی رو، یک بندی رو درست کردم، یک اسمی براش گذاشتم، ولی اولین شرطش این بود که پل خودم فکر کردم باید کسایی بیان تو این گروه که بتونن جایگزین افراد قبلی باشن. افرادی همونطور که گفتم چون فرهاد مهراد، چون ابی، شهرام شپره، ببینید اینا هنوز که هنوزه هستن، هنوز در ردیف اول هستن، هنوز به ردیف دوم هم نرفتن. با اینا بودن که ستون اصلی این گروه شدن و به همین دلیل الان که شما راجع به ادوین صحبت میکنید، سوال میکنید، باید ادوین میدونست که اگر اومده توی بلک کتس باید جای پای این افراد پا بذاره، پس باید در اون حد بتونه باشه. من خوشحالم و افتخار میکنم که میتونم اینو گستاخانه و جسورانه و بی ترس اعلان کنم. هر کدوم از خواننده های درجه یک مملکت ما با این حرف من پرابلمی داشتن،
میتونن که حضوراً در همین برنامه شما باشیم و من ادوین رو داشته باشم که اینجا حضوراً لایف به حالت زنده بخونه تا بدونن که من گزاف نمیگم. اگر بگم یکی اگر بهترین نباشه، یکی از بهترین خواننده هاییست که در موزیک ایران تا حالا بوده، چه در بلک چه خارج از بلک. وقت آیا ادوین فقط خواننده است یا با سازهای موسیقی هم آشنایی داره، کلاسی داشته، دوره پشت سر گذاشته؟ بله، ادوین همونطوری که خودش هم گفته در جاهای مختلف در شیراز تحصیل موسیقی کرده، گیتار قشنگ میزنه، کیبورد میزنه، پیانو میزنه، بسیار قشنگ شعر میگه، بسیار قشنگ آهنگ میسازه، چنان که الانه از 7 آهنگی که برای آلبوم ما انتخاب کردیم 4 آهنگش از ساخته های خود ادوینه. ادوین 2 سال در دبی در یک کلاب انگلیسی کار کرده، به همین دلیل انگلیسی که میخونه، به زبان انگلیسی هرچی میخونه، هر کس گوش میکنه میگه این آیا این شخص در انگلستان بزرگ شده؟ و خودش در یک دانشگاهی در شیراز زبان انگلیسی رو تدریس میکرده، یعنی معلم بوده. من خیلی خوشحالم که ادوین میتونه جای پای قولهای موسیقی ایران بذاره و در گروه بلکتس به من و دوستانش کمک کنه. ادوین سالها در ایران بوده، به هر حال در اون فضا زندگی کرده، حالا هوای اونجا رو تجربه کرده، فعالیتاش اونجا بوده. از این نظر چه المانایی به کار گروه بلکت اضافه شد؟ یعنی این همکاری که شما با هم دارید تو چه فرم و قالبیه؟ ببینید بنو جان، هر خواننده‌ای که میاد طبیعتاً قبلش که تو بلکت نبوده، درست آهنگای بلکت رو شنیده، با آهنگای بلکت بزرگ شده، ولی یک فرمی از خودشون دارن و همیشه آرزوشونه که بتونن اون فرم خودشون رو به آهنگا و سیستم ستایل بلکت اضافه کنن. و همین دلیل هر کدومشون میاد، من اولین کاری که میکنم بهشون میگم که شما میتونید ستایل خودتون رو در بلکت داشته باشید. و همین دلیل هر خواننده‌ای که اومد، اگه یادتون باشه کامیار که اومد ستایل خودش رو آورد. یعنی الان شما اگر آلبومی که در فکر میکنم اسمش تا اونجا که یادمه الانه فریاد گربه ها، اگر شما ببینید آنم متوجه میشید که هیچ شباهتی به آلبوم های قبل یا بعدی بلکتس نداره، چون کامیار رو من بهش گفتم کامی جان شما اومدی یه ستایلی از خودت داری، سعی کن اینو با گروه بلکتس بتونه انجام بدی. دلیل یکی از رفتنهای خواننده های بلکتس همینجاست که من بعد یک آلبوم تشخیص میدم که اینها میتونن کارهای دیگری متفاوت از کارهای بلکتس انجام بدن. چرا من جلوشون رو بگیرم؟ چرا نگهشون دارم اینجا؟ اینایی که میتونن یه گوشه دیگری بر موسیقی ایران اضافه کنن. به همین دلیل خودم ازشون میتونیم بپرسید، هر وقت اومدن ازشون من خودم بهشون گفتم شما بهتره برید و این کار رو فرم خودتون در جای دیگه انجام بدین، فقط پایین تر نرید، برید بالاتر. و خوشبختانه میبینید که همشون این کار کردن و استایل های مختلفی در موزیک ایران توسط گروه بلکت انجام گرفت. خب با توجه به توضیحاتی که شما دادید و اومدن ادوین در این دوره جدید، کار بلکت چه تفاوتی با گذشته ها داره؟ یعنی تو چه سبکی کار میکنید یا دنبال چه ترانه و آهنگایی میرید؟ ببینید بهنو جان، اولین کاری که من باید بکنم در گروه بلکت اینه که فنای قدیم بلکت رو بتونم نگه دارم. هنوز درسته فنا با آرتیست هاشون بزرگ میشن، با هنرمنداشون بزرگ میشن، فقط هنرمندا که ایج نمیکنن، فناشون هم ایج میکنن دیگه. طبیعتاً فنایی که در زمان فرهاد، در زمان ابی، در زمان شهرام، در زمان پیروز، کامران و هومن، سمی و ادی و الانم ادوین بودن این زمانا و آیدین، خب اینا هر کدوم در یک زمانی شروع کردن بلکتس و با بلکتس آشنا شدن.
بچه هایی که به دنیا اومدن در زمان فرهاد که نبودن، وقتی 30 سال بعد به دنیا اومدن. فرهاد روانشاد وجود نداشته، پس شروع کردن بلک کتس رو از اونجای شناختن که اون خواننده و اون نوازنده ها داشتن کار میکردن. به همین دلیل ادوین الانه با ورودش ستایلی از خودش اوورده و در بلک کتس ما این کاری که میکنیم اینا رو با همدیگه میکس میکنیم، یعنی سعی میکنیم که فنای قبلی رو نگه داریم و فنای جدید رو بهش اضافه کنیم. الانه اگر شما 3-4 آهنگی رو که تا حالا ضبط شده با ادوین خواننده و گروه جدید بلک کتس که من پرویز بزمی پور دایرکتور موسیقی ما جدید هست که جای آندرانیک و شهدار روحانی و شوبرت آواکیان و دیوید بتسامو پا گذاشته و خب طبیعتا این همه استایل خودشو داره، الان عرج کرده، اگر شما اینا رو گوش کنید متوجه میشید که الان یک بوی دیگری به اون نسیم و هوای قبلی بلک کتس اضافه شده، ولی هنوز میبینید که ریتم داره یادآور اون روزگار قبلی بلک کتس هست. یکی از ترانه‌هایی که شما در ماه‌های اخیر منتشر کردید اسمش از سخته، در این باره صحبت کنیم، چطور شکل گرفت، چه شناسنامه‌ای داره این ترانه؟ ببینید خوشبختانه دموکراسی در گروه بلک کتس به حد اعلاست، یعنی همه باید بیان نظر بدن. 6 نفری که در گروه بلک کتس الان دارن فعالیت میکنن، پرویز بزمی پور، پرهام بزمی پور، دیوید و میساق و ادوین و خود من، همه با هم دیگه در هر آهنگ در هر شعری سهیم هستیم از لحاظ مشورت، میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم. بعضی ها میگن دوست نداریم، دوست داریم، ولی یه چیزی هست، خواننده کسیه که داره این کار رو عرضه میکنه، تولید نمیکنه، عرضه میکنه. طبیعتا اون کسی که داره عرضه میکنه باید این کار رو دوست داشته باشه تا با دل و جون بتونه عرضه کنه. من همیشه اولین کسی رو که سعی میکنم راضی نگه دارم خواننده است. میگم تو دوست داری این کار رو بکنی؟ وقتی میگه آره، میگم ستایل این آهنگ سخته آهنگی است که خود ادوین ساخته، با یک ذوق و شوقی اومد گفت شهبال من یه آهنگ ساختم خیلی دوستش دارم. وقتی من شنیدم دیدم چقدر مدرنه، فرم خوندنش چقدر داره کمک میکنه که شاید یه روزی ما بتونیم این موزیک ایرانو به خارجی ها چجوری تحمیلشون کنیم، یعنی وادارشون کنیم که این موسیقی رو اجرا کنن. تا این موسیقی ایران توسط افراد خارج از کشور، افراد نژادهای دیگر اجرا نشه، ما موزیک رو صادر نکردیم و من امیدوارم که با این فرم موسیقی بلک کتس ما بتونیم این کارو بکنیم. گروه بلک کتس با ترانه های شاد و ریتمیکش معروف، خب طرفدارای زیادی داره، ولی از اون طرف آهنگ های عاشقانه و ملایم هم که شما ارائه کردید طرفدار و شنونده زیادی داشته، خیلی مورد توجهه. در این باره صحبت کنیم، بر چه اساس این ترانه های عاشقانه رو انتخاب میکنه یا چه معیار و ویژگی در انتخابشون دارین؟ ببینید اصلا حال و هوایی که بچه های داخل ایران دارن به طور کل فرق میکنه. شما اگر ببینید 80-90% آهنگا و شعرها، به خصوص شعرهایی که از داخل ایران الان میاد که بسیار هم زیباست، من اصلا راجب اندازه‌گیری خوبی و بدی کار صحبت نمی کنم، همش زیباست، ولی شما میبینید که بیشترش محزونه، حتی تو ریتمای بالا و ریتمای شادش هم اشعار رو میبینید که از رفتن و نبودن و یه ذره حالت حزن‌انگیز داره که ما ایرانی ها خیلی دوست داریم، خیلی دوست داریم، دوست داریم این فرم رو، همیشه باهاش بزرگ شدیم، آهنگای محزون رو دوست داریم، فکر میکنیم اینا خیلی عاشقانه تره از آهنگای شاده. بلک کتس همچین فکری نکرده بوده هیچ وقت، تمام این 55 سال همیشه فکر کرد که میتونیم حرفامونو شاد هم بزنیم، میتونیم از فرم زندگیمون با زبان خنده بتونیم بگیم حرفامونو، لازم نیست همش
در حالت حزن و اندوه این کارو بکنیم. به همین دلیل من آزادی که در بلکت هست، یکی از بچه‌هایی که الان تو بلکت هست همین ادوین از ایران اومده، از شهر قشنگمون شیراز اومده، اونجا بزرگ شده، هنوز اون حال هوا رو داره. خب میدونید که حال هوای ایران برای هنرمندا آسون نیست. ما لازم نیست که اینو پنهان کنیم. این بچه‌های داخل ایران واقعا دارن شاهکار میکنن که در مقابل دولتی که اینقدر اذیت میکنه اینا رو باز ایستادن و کارهای به این قشنگی میکنن. ولی خب هر چی باشه این اذیت‌ها توی فرم موزیکشون تأثیر میکنه دیگه، مؤثره. به همین دلیل من دارم سعی میکنم که آزادی رو به این افرادی که از ایران میان و داخل بلکچ میان مثل ادوین بهشون بدم که آقا اون کاری که دوست دارید بکنید. آهنگایی که ساخته شده توسط خود ادوین میبینید که دوتا هم آهنگ شاد ساخته که خیلی زیباست. یه آهنگی هم این هفته فکر میکنم به بازار بیاد، امیدوارم دوست داشته باشید. ادوین سخته رو ساخته، اون چقدر عاشقتم اونو ساخته، اون چقدر عاشقتم آهنگ آپیته، میبینید چقدر قشنگه و بیشتر کلمات شعرش هم مال خودشه. اگرم شعر به نام کسی دیگه است، ولی خود ادوین خیلی در انتخاب لغت ها مؤثر بوده و انتخاب کرده. و خوشحالم بگم که تمام افراد بلکست در تمام آهنگ ها تقریبا مشاوره میکنن، حرف میزنن با هم دیگه و این نتیجه ایست که شما میبینید. چون درباره ترانه ها صحبت میکنی، میخوام یه سوالم درباره بوسه مطرح بکنم. آخرین کاری که از شما منتشر شد، یعنی موزیک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی بیننده‌های زیادی داشته، این ترانه چه داستانی داره؟ چه هنرمندایی در شکل‌گیری اون نقش داشتن؟ عرض کنم اینم دقیقا همینطوره. ادوین سازنده، ببخشید، در این قطعه پرویز بزمی پور دایرکتور موزیک ما آهنگی داشت از چند سال قبل که نوشته بود. میگفت که من یه آهنگ دارم، هر چی فکر کردم به کسی بدم دیدم که راضیم نمی‌کنه، فکر نمی کنم اونجوری که دلم بخواد بتونه بخونه. این آهنگو آورد و برای ما اجرا کرد، گفت چطوره که ادوین بخونه. باور نمی کنین ادوین همون جایی که بار اول این آهنگو شنیده بود فرمی اینو خوند با یک شعر دیگه ای که قبلا روش بود، که ما واقعا هر وقت اینو می شنیدیم از این یا حال عجیب غریبه می شدیم، گفتیم خب بیا اینو شعرشو جدید بگیم. یکی از دوستان از داخل ایران این شعر رو گفت و با این شعر این آهنگ ضبط شد. آهنگ و تنظیم از دایرکتور موسیقی بلک کتس پرویز بزمی پوره که یکی از هنرمندان بسیار تحصیل کرده ایرانیش، در بلژیک کارش رو تموم کرده، تمام دوره موسیقیش رو تموم کرده، دانشگاهش رو تموم کرده، اینجا هم رهبر یک گروه آمریکایی در دانشگاه هست. خوشحالم بگم که تمام افراد گروه بلکت این بار شما اگه ببینید همه نوت جلوشونه، همه چارت جلوشونه، همه دارن از فرم تحصیل کرده حرف میزنن. خوشحالم از این بابت. دوست دارم درباره موزیک ویدیو این ترانه هم صحبت بکنیم به صورت کلی. چقدر خودتون نظر میدین در تهیه موزیک ویدیو ها؟ دوست دارین چه مسیر و جهتی داشته باشه؟ چه رابطه‌ای باید با آهنگ برقرار کنه؟ دقیقا، بسیار عالی. ببینید من راستش رو بگم درباره این موزیک ویدیویی که الان شما میبینید این روزا، من در هیچ کدوم از این موزیک ویدیوهایی که تا الان با بودن ادوین و بزمی پور، پرویز عزیز و دیگران درست شده، تقریبا باید بگم هیچ دخالتی نکردم. به دلیل اینکه خواستم که چند ویدیوی اول توسط این دوستان بدون دخالت من درست بشه. همه فکر میکنم من خیلی به کارهای بلکست دخالت میکنم، ولی بپرسید بهتون خواهم گفت اصلا اینجوری نیست. من تصمیم آخر رو میگیرم، ولی تصمیم آخرم با چجوری بگم، با فرنسه، یعنی با خیلی منصفانه است. میام باهاشون صحبت میکنم، میگم من اینجوری فکر میکنم، اما اگر شما فکر میکنید فکر من اشتباس، همون فکر خودتون رو انجام بدید. ولی درباره
این 3-4 ویدیوی اخیر اصلا من دخالت نکردم و اگر میخواین از من بپرسید که این ویدیو رو در یعنی ویدیوی بوسه رو در چه حد میبینم، من فکر میکنم که ویدیوهای بلک کتس رو همه این چندین سال دیدم. فکر میکنم که اگر که بخوایم این ویدیو رو تخمین بزنیم یه چیزی حدود مکسیموم 60% ویدیوهاییست که تا حالا بلک کتس داده. و اگر که دوستان عزیز، چون همه ایمیل میزنن، خیلی طرفدار پیدا کرده، ولی میبینم که بعضی از کامنت هایی که میاد درسته. مثلا کامنت دادن که چرا دختر ایرانی اگر بنا بود در این ویدیو باشه نیست. خب خودتون میدونید خانمای جوان ایرانی، به خصوص دخترانی که در لس آنجلس هستن، ایرانی ها، به همین دلیلی که توی ویدیوهای مختلف هنرمندان ایرانی کم آرتیستای مدلای ایرانی میبینید، به دلیلی که دخترای ایرانی راضی نیستن این کار را انجام بدن، بیان برقصن بخونن اسمشون رو بذارن. بعضیاشون میگن ایران میریم میان. به همین دلیل این ویدیو یه قسمت زیادش توسط یک دختر اسپانیش تبار، اسپانیولی، انجام شده که طبیعتاً این رقص درستی، رقص ایرانی رو خوب نمیدونه، ولی حرکاتی رو که داره میکنه با موزیک موزونه، ولی خب به دل ایرانی شاد نشینه. اینه که اگر اجازه بدید من زیاد نمیخوام راجع به این ویدیو صحبت کنم، ولی یک چیز رو میدونم، موزیک در حد عالیه، یعنی هم شعر، هم خواننده، هم ارنجمنت، هم ملودی، واقعا دلنشینه. خب پس اینو من ادامه نمیدم، میریم سراغ موسیقی که جواب خود شما رو بشنویم. آقای شهپر، این روزا با خیلی از هنرمندای ایرانی که گفتگو میکنیم خب گله دارن، وضعیت نابسامانی داره بازار موسیقی ایرانی. وضع شما چطوره؟ بلک کت این روزا چه حال هوایی داره؟ از شرایط راضی هستین؟ بنو جان ببینین، هنرمندایی که حرفه‌ای کار میکنن از هنرشون زندگیشون رو میگذرونن. بعضی از هنرمندا مجبورن که این کار رو انجام بدن، چه کار خوب باشه چه بد باشه، باید کار بیاد بیرون که اینا بتونن در مارکت موسیقی ایران بمونن، که بتونن زندگیشون رو بگذرونن. یکی از حسنای بلک کتس اینه که تمام افرادش دارن در جاهای دیگه، شغلای دیگه دارن کار میکنن و نمیخوام بگم احتیاجی به کمک مالی ندارن، ولی اونجوری نیست که مجبور بشیم که هر کاری رو بیایم برای بلک کتس انجام بدیم که بتونه تو مارکت بمونه. بلک کتس همونطور که گفتم یک بند نیست. It's Persian Music Brand هست. تنها گروه برنددار موسیقی ایرانه. چه الان، چه از زمانی که درست شد. به همین دلیل من پل خودم فکر میکنم بلک کتس، دوستان عزیزی که دارن توش کمک میکنن، همشون خوشبختانه زندگی مرفعی دارن و هر وقت صحبت میکنیم که بچه ها بیاییم الانه فلان کار بکنیم، بریم فلان جا بزنیم، میگن شبال واسه چی؟ چرا بریم اینجا؟ چرا این کار رو بکنیم؟ ما بذاریم. به همین دلیل بلک کتس من فکر میکنم که حتی اگر بعضی وقتا احساس میشه که کمکاری داره میشه یا نیستن، این به خاطر اینه که هنوز اون چیزی رو که در حد کارشون میبینن پیدا نکردن یا اینکه در دست تهیه است. خیلی از بیننده ها پرسیدن آیا آلبوم جدیدی در راه، خبری در این زمینه هست که با بیننده ها در میون بذارید؟ خوشحالم بگم که من با یک دوست عزیزم آرمین هاشمی دارم کار میکنم، از گروه آونگ، شما حتما میدونید، از کمپانی آونگ که الان بیشتر ویدیوها تمام از اون طریق اومده بیرون. اولین باره که بعد از سالیان سالی که با شرکت ترانه و کارتکس کار کردیم، اولین آلبوم بلک کتس که توسط کمپانی آونگ میاد به بازار. خوشحالم آرمین خیلی با ما کنار داره میاد، خیلی هرچی که میگیم گوش میکنه. خوشحالم بگم که آلبوم بلک کتس به زودی به بازار خواهد اومد، 7 آهنگ خواهد داشت که از این 7 آهنگ 6 داشت
اوردی ویدیو شده همکنون و انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، اونایی که دیدید و اینایی که داره به بازار میاد. آلبومی درست شده همطور که گفتم 7 آهنگ و از کمپانی آونگ به زودی به بازار میاد و ما داریم تور جهانیمونو ترتیب میدیم، داریم با تمام دوستان دور دنیا صحبت میکنیم که انشالله دیگه در 2015 خدمت دوستان عزیز ایرانی در سراسر جهان باشیم. خیلی از بیننده ها پرسیدن رابطه شما با خواننده های قدیم یا سابقه بلکت چیه، با هم دوستین، رفت آمد میکنین، چه نوع ارتباطیه؟ ارتباط دوست داریم داشته باشیم، ولی متاسفانه یه مقداری یا خوشبختانه، از یه ورم خوشبختانه، دوستان عزیز مثل که خیلی گرفتارن، بعضی وقتا اتفاق میفته که اتفاقی هم دیگر رو میبینیم، ولی چون بناست که من همیشه راست بگم، باید بگم که تقریبا هیچ خبری از این دوستان من ندارم. اینه که من سعی میکنم که هر جایی که این دوستان هستن باشن و خوشحالم بگم همین پریشب یه جا رفته بودم که شوبرت آواکیان با یه گروه دیگری همکاری میکرد، اونجا خودم مهمون بودم، رفتم اونجا از نزدیک دیدمش و دوستان دیگه عزیز. ولی خواننده ها رو به طور کل باید بگم که تقریبا خبری ازشون ندارم، یعنی خبری ندارم که خبری بهم نمیدن. نه راستش اگه بگم، نه خیلی وقت از خیلی از این دوستان خبری ندارم. آیا احتمال این هست که در آینده برفرض یه برنامه باشه که شما بیشتر اعضای قدیم و سابق گروه رو دور هم جمع کنید، یه توری، پروژه مشترکی؟ هیچ وقت به این موضوع فکر کردین؟ بهمنو جان، این حرفی رو که الان دارم میزنم چندین سال از من سوال کردن، هیچ وقت جوابی ندادم، همیشه سعی کردم که یک جواب دیگری بدم غیر جواب واقعیش، ولی این بار جلوی این دوربین به خاطر اینکه تمام دنیا داره میبینه و ایرانیان عزیز بینندش هستن میگم. بارها خواستم این کارو بکنم، ولی این دوستان عزیزی که از گروه بلک کت میرن به دلایلی دیگه دوست ندارن که این اسم دوباره سایه بندازه روش، دوست دارن که رفتن یه کار جدیدی کردن. من حتی در فیسبوک من بایوگرافی دوستانی رو دیدم از خواننده های بلک کت که حتی اسم من و اسم بلک کت هم توش نیست، با این وجودی که اونا اصلا توسط این گروه معرفی شدن. و باید بگم که چند بار خواستم این کارو بکنم، ولی احساس کردم که این دوستان به بهانه‌های مختلف چجوری بگم راضی نیستن به این کار. منم اصراری ندارم، ولی اگر روزی روزگاری انشالله فرصت پیش بیاد، هر کدومشون اگر این الانه این حرفای منو میشنون میتونن با من تماس بگیرن، بگن که میان، من با کمال میل این کارو خواهم کرد، چون برنامه میشه که واقعا میشه اسمشو گذاشت تاریخچه موسیقی پاپ ایران. با سپاس فراوان از اینکه امروز در لس آنجلس در این گفتگو شرکت کردین و به پرسش‌های من جواب دادین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. مرسی بنو جان، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. با تشکر از شهبال شپره که در لس آنجلس مهمون ما بود و در این گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد.